چی شده؟ منو مسخره میکنن. چرا باید مسخرت کنم؟ اون پرینه دیگه، همونی که گفته بودم. آها، همون دختری که عاشق شدی. آره. خب به همه گفته، اونا به هم خندیدن، منم خجالت کشیدم اومدم اینجا. یه داداشم داره، منم تهدید کرد. به چی گفت؟ گفت میخواد دندونامو خورد کنه. نه بابا. بابا آخه مگه من چی کارشون کردم؟ چرا دوستم ندارن؟ مگه آدم عاشقو اینقدر اذیت میکنن آخه؟ آره پسرم، خیلی اذیت میکنن. اصلا چون میفهمن آدم عاشق شده اذیتش میکنن. تو اصلا میدونی عاشق یعنی چی؟ فکر کن از آسمون سنگ میباره، تو هم هیچ جایی نداری بری قایم شی یا پناه بگیری. عاشق یعنی این پسرم. خیلی سخته. من دیگه عاشق هیچکی نمیشم، فقط تو رو دوست دارم. دخترم دیگه اصلا برام مهم نیستم. ببینم تو رو، انقدر زود بی خیال دختر شدی؟ نباید به این راحتی جا خالی کنی. ای اون پلی میاد اینجا، فهمیدی؟ آره؟ ولش کن بابا، اصلا خیلی لوسه. حالا دیگه لوس شد؟ یعنی میشه یه روز درد سر درست نکنی؟ یارو داشت خواهرمو میکش. یارو داشت مثل آبکش سوراخ سوراخت میکرد، باز تو حرف خودتو میزنی؟ هر کاری دلت میخواد میکنی، شرش پای ماست. بیا تو. قربان، آقای بهریومان اومدن. بگو بیان داخل. به بهری خان، خوش اومدین. چه خبر ممتاز؟ از وقتی ندیدمت بزرگ شدی. اینقدر بزرگ شدی که منو احضار میکنی. نه بابا این چه حرفی، حتما سوء تفاهمی پیش اومده. بفرمایید بفرمایید بشینید، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوش اومدین. خب چی میخورین، چای یا قهوه؟ چیزی نمیخوری، ممنون. موضوع چیه؟ موضوع الان میگم. اوضاع خوب نیست، یه جسد پیدا شده، اسمش تورگاد دورموشه. شاهدها تو اظهاراتشون مشخصات شما رو توصیف کردن. دادستانم به من زنگ زد، منم فکر کردم که قبل از هر چیز بهتر از خودتون بشنوم. بهری خان به این موضوع ارتباطی ندارن، شاهداتون حتما اشتباه دیدن. متوجه شدم. طبق توصیف اونا چهره پردازمون اینو کشیده. ماشالله خیلی جوان به نظر میام. ببینم. درسته. سینان دلم برای آیشه گل. چه خبره سینان؟ چیز خاصی نبود، خیالتون راحت. میشه امشب پیش بابام بمونم؟ نه نمیشه، بریم خونه. تو رو خدا دیگه اجازه بده بیاد دیگه، مگه چی میشه؟ واسه سینانم خوبه، به نظر منم اجازه بدین. سرکار خانم، خواهش میکنم. خواهش کرد. خیلی از آدم ها شبیه همن آقای ممتاز، درسته؟ این ماشین شماست؟ بله. بله. این عکس نزدیک محل جرم گرفته شده. البته اگه نگی ماشینا هم به هم شباهت دارن. بهری خان امروز بیرون بودن.
این که نزدیک محل جرم بودن ایرادی داره؟ این چیزی رو ثابت میکنه؟ اگه اجازه بدی میخوام سریع و بی پرده براتون ماجرا رو تعریف کنم. روی دختری اسلحه کشیده شده. یکی هم اومده اون آدمی که اسلحه کشیده رو زده کشته. گویا اون دختر دختر همونی بوده که زده کسی که روش اسلحه کشیده رو کشته. اون بابا هر کی بوده دستش درد نکنه. به نظرم اگه دوباره همچین اتفاقی بیفته بازم اون آدم میکشتش. شما طوری حرف میزنین انگار اون آدم رو میشناسی؟ نه؟ شناختن که خب نه، فقط احساساتش رو میتونم درک کنم. مشخصه که این آدم روی دخترش خیلی حساس بوده. بله. خب پدر دیگه احتمالاً خیلی عصبانی شده. بله بله حق دارین، ولی وقتی دادستان تماس گرفت مجبور شدم شما رو. بله چی؟ باشه باشه فهمیدم، الان میام. ببخشید یه دو دقیقه بعد شما رو تنها بذارم، برمیگردم. ببین ما الان از اینجا میریم، تو هم برای شب با کلی پلیس میای در خونه و سینان رو میبری، باشه؟ قبوله؟ آخه تو خیلی به فکر نوتی. من نیستم که پلیس ها رو انداختم به جون تو، خودتی. باشه پس بهتره ادامه ندیم. فقط همین امشب. عزیزم مواظب به خودت باش. چشمم بزار. تو چرا نمیتونی بری خونتون؟ بعدن حرف میزنیم. باشه. مطمئنی مشکلی نیست امشب و پیش تو بمونه؟ نه بابا این چه حرفیه؟ چه مشکلی؟ قدمت رو چشم. خاله آیشه گل امشب فیلم ببینیم؟ باشه چی قراره ببینیم؟ ترمیناتور. خیلی باحاله. مثل روانشناس بچه ها نگام نکن، خیلی فیلم خوبیه. چی شده؟ درباره پرونده بهریام مان قربان، قاتل اینه، اعتراف کرده. چی داره میگه؟ میگه با هم دشمنی داشتن. ببین برای آخرین بار دارم ازت میپرسم، جرم کس دیگه ایه که نمیخوای گردن بگیری؟ اسلحه رو خوب تمیز کن، فقط اثر انگشت خودت روش باشه. سر و کله پلیس پیدا شد خودتو معرفی میکنی. تا برات وکیل نگرفتم یک کلمه هم حرف نمیزنی. اعترافت هم من برات مینویسم، باشه؟ هرچی شما بگی سما خانم. اوز اگه مشکلی پیش اومد نگران خانوادت نباش، من خودم کاملا حواسم بهشون هست. ایول هر کاری از دستمون بر بیاد برای بابا انجام میدیم. نه من کشتمش. منم باور کردم. کاری نمیشه کرد. آشغال خوبی؟ آیشه گل؟ آیشه گل؟ بله چی شده؟ پرسیدم خوبی؟ خوبم، چطور مگه؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. خوبم. گشنت نیست؟ بریم یه چیزی بخوریم. پیتزا. سینان جان میشه بریم از خونه سفارش بدیم؟ باشه خاله آیشه گل، هرچی شما بگی. خب
بهری خان، بابت اینکه شما رو تا اینجا کشوندیم معذرت میخوام. میتونین تشریف ببرین. نکنه قاتلو گیر انداختین؟ نه، ولی خودش اومده تسلیم شده. عذاب وجدان دیگه، با آدم چیکانه میکنه. حتما. مواظب خودت باش ممتاز. بیا نفسم. داداش عیسی. سلام پسر. سلام امینه خانم. کجایی تو بابا؟ خیلی وقت نیستی پسر. سر شلوغه. آقا دلش پیش یه دختر خوشگل گیر کرده. اوه کارت درست سینان. خیلی خوش اومدی نشه گل خانم. سلام، خیلی ممنون. به به سینان جون، خوش اومدی. چطوری؟ خوبم قربان. آزاد آزاد آزاد. ای بابا سرهنگ، تو هم تا یه آدم جدید میبینی ما رو پاک فراموش میکنی. با این وضع که پیش میری میترسم تا چند روز دیگه جواب سلام هم ندی. دخترم تو به حرفای این توجه نکن. خب دیگه برین تو، برین بیشتر از این معطل نکنیم. برو تو پسرم، برو تو. بفرمایید. امان از دست تو سرهنگ. اما پرراست، سینان بیاد خونه ما. آره بابا برم، زودی برمیگردم. باشه پسرم برو، ولی آروم بازی کنین. خیلی خوب، زیاد آتیش نسوزونین. منم باید یه ذره با خاله عایشه گل حرف بزنم. باشه، خیلی خالی عمو ویراس. خوش اومدین خالو. ممنون دخترم. اون سال خانین برای شما اومده. چی هست؟ نمیدونم، فکر کنم از دادگاهه. از دادگاه؟ آه، پایراز درخواست هزانت داده. این حرف حسابش چیه؟ والا من چه میدونم، کاری به این کارا ندارم. حتما خیالاتی شده. حالا فهمیدم. چی رو؟ امروز کراوات اینجور چیزا زده بود، حتما کار پیدا کرده. ای وای. کار پیدا کرده باشه که از الان باختیم. دیدی سینان از دستمون رفت. سینان هیچ جا نمیره، به هیچ کس نمیدمش. به کی زنگ میزنی؟ معلومه دیگه، به وکیل. شکر تمام شده. مهم نیست، من تلخ میخورم. خب بهتر. یادت یه بار ازم پرسیدی چرا عکس بابام اصلا نیست؟ الان که دقت میکنم از خانواده تو هم هیچ عکسی نیست، نه از پدرت نه از مادرت. مادرم وقتی 8 سالم بود مرد. خدا رحمتش کنه. پدرت؟ اون ترکمون کرد. یعنی چی؟ بعد از مرگ مادرم پدرم دوباره حوض کرد که زن بگیره. زنم یه کلاهبردار از آبدار اومد. بابام یه بقالی داشت و فروخت و دار و ندارش رو ریخ به پای اون زنه. ما هم بعدش آواره کوچه و خیابون شدیم. بعدش یه روز صبح بابام به اسم قهوه خونه رفت بیرون. رفتنش رو همه دیدیم، ولی برگشتنشون هم. حالا این قهوه خونه چقدر دور بود خدا میدونه. اصلا باورم نمیشه. چطور میتونی با همچین موضوعی شوخی کنی؟ جدی بگیرم چی عوض میشه؟ فکرشو بکن، من یه بچه 8 ساله بودم، دقیقا همسن سینان. کلی هم فک و فامیل دم مرگ داشتیم. مثلا یه شوهرخاله پولدار داشتم که یه نقشه کش بازنشسته بود، فقط به فکر اسب سواری و این چیزا بود. مثلا اون اگه میمرد چی میشد؟ چی میشد؟
میرفتیم خاکش میکردیم و خالم هم یه هفته گریه میکرد، بعدش هم کلن همه چی فراموش میشد. آخه شوهر خالم کسی نبود که کسی از مرگش ناراحت بشه. ولی خب این مادرم بود که مرد. باید میدیدی شایش گل، اصلا وقت مردنش نبود، خیلی جوان بود. مرگ یهو به سراغ آدم میاد. من که اصلا نمیفهمم آدم ها چرا میمیرن. این همه کتاب خوندی، حداقل باید یه دلیلی برای مردن آدم ها تو ذهنت داشته باشی. اون که خیلی کتاب میخونه تویی. خب امروز چی شد؟ در واقع چیز خاصی نشد. صبح که از خونه در اومدیم داشتم میرفتم برای یه مصاحبه کاری، بعدش چند تا آدم مسلح افتادن دنبالم، من فرار کردم، اونا هم تعقیبم کردن، یکیشون شلیک کرد، میخواست منو بکشه. خلاصه این که یه روز معمولی بود. تو چی داری میگی؟ خب اینجوری شد دیگه. بفرمایین زود بخورین نوش جون جفتتون. ببین این پلینه، خیلی خوشگله نه؟ بابا این که بچه هست. خب منم بچه هم. راست میگه اینم هست، ولی خیلی خوشگله مگه نه؟ گفتم که کارت درسته. میگم سینان یه تلنگری بهش بزن. بابا موهاشو کشیدم کتک خوردم، تلنگر بزنم بیچاره میشم ایسا. اونطوری که نه، فیسبوکو میگم بابا. ببین اینجا اینو باید بزنی. آها باشه، پس تلنگر میزنم. از زبانی نمیشه که نه؟ نه ترس نمیشه، اگه شد میره آب سرد میخوره. دفعه قبل که در مورد پدرم حرف زدی من یه خورده عصبانی شدم. آره موزونه. یعنی مشکل پدرته؟ ببین چیزایی هست که بهت نگفتم، یعنی گفتنشون برام خیلی سخته. مثلا چی؟ من یه چیزایی ازت قایم کردم. عیبی نداره، همه یه چیزایی قایم میکنن. تو میدونی پدر من کیه؟ چیه؟ بهریام مان، مافیای بزرگ استانبول، میشناسیش؟ نه، یعنی حتما اسمشو شنیدم ولی خب الان یادم نمیاد. میگم ایسا تو تا حالا عاشق شدی؟ نه ولی یه بار پس گردنی خوردم. چه ربطی داشت؟ آخه جفتشون خیلی درد دارن، بزرگ شدی میفهمی. یه مسیج اومد. توغان کاراغلی؟ این دیگه کیه؟ اسم و فامیلش درست مثل مافیایی هست. ای وای
بدبخ شدم داداش پلینه. بخون ببینم چی نوشته. خوب گوش کن، به خواهرم نزدیک نشو. اگه تو مدرسه گیرت بیارم گردن تو میشکنم. وای عیسی، بیچارم کردی. این که خیلی بد شد. خب چرا از اول نمیگی دختر داداش داره؟ اوفوی. توصیف کردنش برام خیلی سخته. زندگی من روی دروغ بزرگ شکل گرفت، ولی دیگه تحملشو ندارم. من با دروغ بزرگ شدم و با دروغ زندگی میکنم. باور کن نمیخواستم ازت پنهون کنم. ناراحت نشو. نه بابا، ناراحت برای چی؟ فقط یکم تعجب کردم. خدای من. آفرین به تو پویراز، آفرین. تو چشمای دختره بربر نگاه میکنی یا دروغ میگی؟ آفرین. همینطوری به دروغ گفتن ادامه بده. باشه. اینایی که میخواستن با کشنت کی بودن؟ دشمنای بابام. با یارو چشم تو چشم بودم، نشونه گرفته بود، میخواست منو بکشه. تو میفهمی چی داری میگی عایشه گل؟ باور کن واقعیت رو میگم. طوری حرف میزنی انگار نمیدونی. آفرین. اونی هم که اونجا بود تو نبودی نه؟ اصلا خجالت نکشی یا؟ حالا میخوای چه غلطی بکنی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ از اینجا میرم. چاره دیگه ای ندارم. میرم لندن. پشت سرم هم دیگه نگاه نمی کنم. آدم همینطوری راحت ول میکنه میره؟ اون همه تو دردسر انداختم. یعنی ما هیچ ارزشی نداریم؟ بازم بیا سینم. به من باشه اصلا نمیرم. ساندویچ خیلی خوشمزه بود خاله امینه. نوشی جونتون عزیز دلم، بازم بیا براتون درست میکنم. ببین نرو بهمون گفتن خیلی سخته. نخواهی برمم نمیتونم بمونم. همین نمیتونم نمیشه گفتن و خیلی از عشق رو از بین برده. نمیشه، باید برم. باید از بابام دور بشم. من اینجا زندگی ندارم. نمیتونم عاشق کسی بشم و دوستش داشته باشم. نمیتونم بهش وابسته شم. تو زندگیم فقط درد و قصه و ترس و نفرته. قوی به نظر میام نه؟ ولی نیستم. نمیخوامم باشم. میخوام ضعیف اما خوشبخت باشم. ولی اینجا غیر ممکنه. تو کل زندگیم به خودم دروغ گفتم. طوری که نبودم رفتار کردم. یه چیزی بگو. بهترین کار اینه که سکوت کنی، چون بعضی وقتا یه دنیا حرف توشه. فرار چیو درست میکنه؟ من فرار نمی کنم. باشه فرار میکنم، ولی راه دیگه ای ندارم. لااقل تو منو بفهم. یه
هیچکی منو نمیفهمه، لااقل تو درکم کن. چرا راه دیگه ای نداری عایشه گل؟ چرا مجبوری؟ ببین، زندگی من نابود شد، اعتبارم رو از دست دادم، ولی فرار نکردم. بچه‌مو ازم گرفتن، شغلمو ازم گرفتن، زندگیمو ازم گرفتن، ولی بازم فرار نکردم. بگو ببینم چرا مجبوری؟ بگو دیگه عایشه گل، بگو، بگو. چرا نمیفهمی؟ من نمیتونم اینجا نفس بکشم، باید از این کشور برم. تو لندن که سهله، اگه ماداگاسکارم بری بازم همین چیزا هست، بازم به همین چیزا فکر میکنی و همین قدرم عذاب میکشی. تو از کجا میدونی؟ میدونم دیگه. فکر میکنی غم از دست دادن برادرت بهات نمیاد لندن؟ برادرمو قاطی نکن اصلا. من تو زندگی فقط یه چیزو یاد گرفتم، میدونی چیه؟ هر چقدر که بخوای یا بتونی از چیزی فرار کنی، بالاخره یه روزی باهاش باید روبرو بشی. تازه این دفعه خیلی بدتره، سخت‌تر میاد سراغت. شایدم فرار بهترین راهه، ولی تصمیم با توه. اگه میخوای بری، برو، برو. خدا ازت نگذره، پای راست. راه دیگه ای ندارم. به نظر من حرفای دلتو گوش کن. تو نمیدونی گاهی حتی قلبم هم به هم دروغ میگه. دیگه به اونم اعتماد ندارم. یعنی میرم. اینطوری برای همه بهتره. بابا میشه بیام تو؟ آره بابا بیا تو. نیست، عزلم هم نیست. کجا میتونه رفته باشه؟ اون پسره که تیر خورد تانر بود، چی بود؟ پیش اون نرفته باشه؟ نه، اون هنوز مریضه، مطمئنم پیش اون نمیره. کسی دیگه ای به ذهنت نمیرسه؟ نه، کس دیگه ای رو نمیشناسم. یه سر بریم پیش پویراز. پیش پویراز برای چی؟ خب قبلا پلیس بوده، حتما کسی رو میشناسه که بتونه کمکمون کنه پیداش کنی. اون به ما چه کمکی میتونه بکنه؟ امتحانش که ضرری نداره. خیلی خوب، بریم. بعدش هم بریم غذا بخوریم، من خیلی گشنمه. اول عایشه گل رو پیدا کنیم، بعدش غذا میخوریم. کدوم پرواز مهم نیست، میخوام فردا باشه. خیلی ممنون، منتظرم. خب سوال چیه؟ در مورد چیزای جمهوری. چیاش؟ خب ما اول پادشاهی بودیم، بعدش جمهوری شدیم و پیشرفت کردیم. سوال اینه که مهمترین پیشرفتامون چی بوده؟ یعنی کدوم یکی مهمتر از بقیه است؟ فهمیدم. خب تو چی نوشتی؟ نوشتم پادشاهی تموم شد، به جاش دموکراسی اومد. تو میگی چی مهمتره؟ مهمترینش قبول کردن تقویم میلادیه. چرا؟ چرا؟ چون که
ما اول از یه تقویم دیگه استفاده میکردیم، خب؟ یعنی تو قرن 13 هم زندگی میکردیم. بعد تقویم عوض شد، یه شب خوابیدیم و بیدار شدیم و دیدیم که قرن 20 هم شده. فکر کن یه شب 600 سال گذروندیم و رفتیم جلو، یه عالمه پیشرفت کردیم. ولی میبینی هنوز هم همه کلاه فینه سرشونه. با عقل جور در میاد؟ اصلا شدنیه؟ نه که نیست. بله فاصله قانون کلاشاپو رو وضع میکنی، خب؟ همینطوری رو به جلو حرکت میکنی یا رشد میکنی. خلاصه اگه تقویم میلادی نبود ما هنوز داشتیم تو قرن 13-14 زندگی میکردیم. این یعنی خیلی عقب میموندیم، فهمیدی؟ به خاطر همین بقیه موارد همگی بعد از این میان. یعنی مهمترینشون اینه. آره همینه. این چرت و پرتا چیه برای بچه تعریف میکنی؟ من که چیزی نفهمیدم. نه پس بیا خودت بنویس، بیا. الو؟ بنویس. بله. خیلی خوب، پرواز ساعت 2:30 لندن. ممنون، شب خوش. بابا، خلایش گل داره کجا میره؟ هم بلیتو گرفتم. نه چیزه، نمیخوای یه چیزی برای پوشیدن بخری؟ کاریش نمیشه کرد، چون ممکنه هنوزم دنبالم باشن. وای، پاسپورتم خونه است، باید برم بیارمش. خدا به خیر بگذرونه این وقت شب. همه شو باید بنویسی، خب؟ ببخشید داداش بی خبر اومدیم. ای وای، یعنی میتونه حضانتشو پس بگیره؟ خب مانع خاصی وجود نداره، اگه بتونه قاضی رو راضی کنه. بله. یعنی چی میتونه؟ من کلی پول بهتون میدم، اون وقت اومدین با خون سرده میگین بچه رو میتونه پس بگیره؟ نه نمیخوام. هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. میخواین چی کار کنین؟ شما گفتین به حریم خصوصیتون تجاوز کرده، فیلمی ازش دارین؟ نه نداریم، تو خونه دوربین نیست، همش جلو داره. خیلی خوب، ببینین هر طور شده باید یه آتو ازش بگیریم. اگه بتونیم چیزی بر علیهش پیدا کنیم پرونده رو میبریم. این وقت شب صابخونه اومده؟ ببین آیشه گل، من یه چیزی باید بهت بگم. این صابخونه من خیلی مؤمنه، خیلی. تا حالا 9 بار رفته مکه. اگه الان بیاد تو رو اینجا ببینه بدبخت میشم. منو میندازه بیرون، آواره میشم، بی سر پناه میشم. اصلا میگه وقتی دی رفتم معتاد شدم. اصلا من به جهنم. این بچه رو ببین، این طفل معصوم چه گناهی کرده که باید تو طفولیت بی بابا بشه؟ ها تو بگو. چی داری میگی؟ یعنی واقعا اینقدر ازش میترسی پای راست؟ میگی چی کار کنم؟ از بالکن بپرم پایین؟ نه نه مامان، بیا بیا. ای بابا بیا. دیوونه نشو، اصلا صدا در نگدا، همونجا بمون. خب عزیزم بیا بیا، تو هم اینجا بشین، مشقتو بنویس. خیلی خوب، آفرینش. گفتم که دوستمه. چی شده پسر؟ چرا درو باز نمی‌کنی؟ نه پرس بابا، پدر زنم اینجاست، نمی‌شناسیش که، دیوونه است. روزنامه نگارم هست، حالا شما رو ببینه هزار تا سوال ازم میپرسه. شرایط منم که میدونین. بگذاریم، خوش اومدین. ممنون پایراس. دروغ نگو پسر، نکنه دختر مختر آوردی خونه. نه نه بابا، چه دختری؟ پدر زنم اینجاست، دروغم چیه؟ حتی پسرم هم هست. شما اینجا خیر باشه. پایراس دختر بابا غیب شده. عایشه گل، واس پیداش کنی ولی نمیتونی. قبلا پلیس بودی، گفتیم شاید بتونی کمکمون کنی. بذار ببینم چی کار میشه کرد. خب یعنی شاید بتونیم به کمک پلاک ماشین یا خط موبایل ردشو بزنیم، یعنی موقعیتشو پیدا کنیم. میدونیم ولی بابا نمیخواد پلیس قاطی این ماجرا کنیم، باید یه راه دیگه پیدا کرد. آها، پس با این حساب باید به من زمان بدین. من یه دوست قابل اعتماد دارم که به سیستم کارت اعتباری و این چیزا دسترسی داره.
اگه جایی از کارتش استفاده کرده باشه میشه ردشو زد، میشه پیداش کرد. فقط باید بهم وقت بدین، همین کارو میتونم بکنم. باشه، این فکر خوبیه. پس ما منتظر خبر از توییم. باشه، شب بخیر. شب بخیر. با عزت باس برم دست به آم. سفر گفت که مهمون داره، بریم. ببخشید دیگه، روم سیاه نتونستم تعارف کنم بیاین تو. باشه دفعه بعد. یکی طلبتون. حالا چی کار کنیم؟ بریم غذا بخوریم؟ خاله آیشه گل میتونی بیای بیرون؟ رفت؟ پویراز چرا اینقدر ازش میترسی؟ مگه میخواد سرتو ببره؟ تا حالا صابخونه نداشتی، نمیفهمی چی میکشم. ببین، باید برم خونه، پاسپورتمو بردارم. خیلی خوب، باشه، چه میشه کرد، با هم میری. منم میام دیگه با ما. نه ببین پسرم، من و خالایش گل میخوایم کارهای خطرناک بکنیم، بهتره تو خونه بمونی. قایم موشک بازی با پلیسم هست؟ بابا تو خدا به تو منم بیام، من تنهایی میترسم. خیلی خوب پسرم، جیگرم کباب شد، اونطوری گریه نکن، بیا بریم. تو رو فقط کم داشتیم که تو هم اومدی. میوال متاسفانه پیداش نکردیم بابا، ولی هنوز دنبالشیم. اگه خبری گرفتیم بهتون خبر میدیم. از تاشکافا خبر دارین؟ اونم هنوز تحت تعقیبه. باشه، خبرتون میکنم. سما، ما رو برداشتی آوردی یه جای با کلاس. دلم پوسید به خدا. باز میرفتیم پیش اوس مصطفی خودمون، گوشتا رو کباب میکردیم، کنارش هم یه سالاد میزدیم با پنیر، یه راکی هم میزدیم تو رگ توپ. دفعه بعد میریم اونجا سفر. باشه. خوش اومدین سما خانم، همون همیشگی؟ من امروز فتوچینی میخوام با سس آلفردو، با یه گیلاس شراب سفید فرانسوی لطفاً. حالا که اومدیم یه رستوران ایتالیایی، پس پیتزای چیزی بخوریم، نه؟ پیتزا سیسیلیانا. ها خوبه، از همین پیتزا سیسیلیا میخورم. فقط این پیتزا گوشت خوک داره. این دیگه چه وضعیه؟ شما حلال و حرام سرتون نمیشه؟ سفر خواهش میکنم، میتونی یه چیز دیگه سفارش بدی؟ منم از همینی که خانم گفت میخورم، بطول چینی، یه راکی دوبلم باش بیار. ببخشید جناب، ما تو منومون راکی نداریم. خب بچه ها رو بفرست شیشه بخره. لطف میکنین. چشم خانم، تهیه میکنم. ببین منو، هیچی با ولش کن، یه شلقه من بخوام باز بهونه میاره. بابا، ماشینو خیلی دور پارک نکردی؟ پسر، همیشه لطفاً ساکت باشی؟ چرا با بچه اینجوری حرف میزنی؟ تو یکی دیگه حرف نزن که از دستت شاکیم. انقدر به این بچه رو دادی تا لوس شد. به جون خودم، تو مشکل روانی داری پویراز. چرا علیکی بچه رو ناراحت میکنی؟ اگه ناراحت بشه زمین و زمانو به هم میدوزه سرکار خانم. سینا پسرم، گوشیت همراته؟ آفرین، بذارش تو جیبت، حواست باشه اگه کسی اومد خبرمون کنی.
ما میریم 10 دقیقه دیگه برمیگردیم، باشه؟ باشه. آفرین. خبرتون میکنم. دمت گرم. بابا دائم ازم میپرسه پس کی میخوای ازدواج کنی پسر؟ خب راستش حق هم داره. بالاخره یواش یواش وقتش خانواده تشکیل بدم و صاحب زن و بچه بشم، اگه نه؟ پس بزن به سلامتی. به سلامتی چی؟ این که خوشبخت بشی سفر. اوضاع تو چطوره؟ اوضاع چی؟ همین عشق و عاشقی دیگه. کسی هست دوستش داشته باشی؟ راستش یکی بود. خیلی عاشقش بودم، یعنی عشق رویاییم بود. ساده، مهربون، آروم، با سواد، با شخصیت بود. اگه الان بود حتما خبرشو داشتی. به خاطر خانوادش رفتی یه جای دور. اوائلش در ارتباط بودیم، ولی کم کم فراموشش کردم. چند وقت پیش؟ وقتی دانشجو بودم. ها؟ دانشجو بودیم سفر. آها، خب این از اول بگو. پس بزن. خیر باشه داداش، چیزی شده؟ متوجه نشدم. رفتی چماق به دست اومدی. اگه خبریه به ما هم بگو بی خبر نمونی. نه جناب، فلفل سیاهه، براتون بریزم؟ نه خیلی لازم نکرده، شاید خانوم بخواد. نوشه جان. متشکرم. قربونت. آخه این دیگه چه ریختیه؟ چی کار میکنی؟ روشن نکن. چرا؟ به نظرت چرا؟ روشن کنی از بیرون جلب توجه میکنی. باشه. برو آروم، برو آروم، یواش رو برو، یواش. حالا چرا اینقدر آروم حرف میزنی؟ مگه کسی غیر از ما اینجا؟ اگه کسی بیاد صدامونو میشنوه. خیلی خوب، فقط عجله کن. زود باش، زود باش. پیداش کردم اینجاست. پس بریم، زود باش بریم. یه چیزی، حالا که اومدیم دو سری لباس بردارم. میدونم میگی دو سری، ولی وقتی رفتی با 4 تا چمدون برمیگردی. جون مادرت، بیا بریم. این مال توه؟ نه. هنوز داغه. چی؟ ذوالفقار اینجاست. بودو کجا؟ بیا این طرف. اگه ذوالفقار ببیندت کارت تمومه. چرا کارم تمومه؟ خب معلومه، اون اصلای امراشه. خب منم کیوکوشین کار کردم. آه، یعنی میتونی مثل ماتریکس جا خالی بدی. شش. الو صفا داش، من خسته شدم دیگه میرم.
آخه واسه چی مزاحم میشی؟ داریم با سما دوتای شام میخوریم. با سما؟ سما خودمون؟ ای سمای دیگه ایم داریم. ها؟ الان دستشوییه. پسر گوش کن، الان بطول چینی با دلفیا رو زدیم تو رگ. خیلی باحال بود. باز یه بارم با هم بیاییم بخوریم. آره حتما میریم. پس به سما بگو من دارم میرم. نیست، واسه داره میاد. گوشی زلفقار پشت خطه، میگه حوصله‌اش سر رفته، میخواد بره. تو باش حرف بزن. الو زلفقار، تو از کی اونجایی؟ ممکنه قبل از تو اومده باشه؟ کجا بفهمم؟ ببین لوازم شخصیش مثل مسواک، لوازم آرایشش هست یا نه؟ برو تو اتاق خوابش. اتاق خوابش؟ گفت اتاق خواب. داره میاد اینجا. باشه. حالا چیکار کنیم؟ بیا 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 اینجا. چیکار میکنی؟ برو تو. جات خوبه؟ خیلی خوبه. منم راحتم. ولم کنن تا آخر عمر اینجا میمونم. باشه، میذارم همینجا بمونی. این بار دیگه ناراحتم کردی. اگه ناراحت بشی زمین و زمانو به هم میدوزی حضرت آقا. میخوای از نزدیک نگاش کنی؟ چی رو نگاه کنم؟ قلبمو دیگه. ببین شکسته، گرفته، غمگینه یا عاشقه؟ تون تون میزنه. ببین از من از ترسه. پای داره میاد. مسواکش اینا تو دستشوییه. باش الان نگاه میکنم. به نظر نمیاد اینجا سر زده باشه. صبر کن، دارن در میزنن. بابا کجا این آخه؟ سرایدار ساختمون بود. وای سما، حوصله‌ام سر رفته، من میرم دیگه. اگه دوباره بیاد چی؟ پایروز یه کاری کن، ما باید از اینجا بریم بیرون. یه فکری زد بذارم. چی؟ ساکت باشیم، اونقدر ساکت باشیم تا بره. فکر خیلی خوبی کردی، چرا به ذهن من نرسید؟ اگه نره تا فردا اینجا میمونیم. مگه چیه؟ به نظر من که خیلی خوبه، نه؟ میشه موند؟ گوشت رو سایلنت دیگه. معلومه. بیا این تو روحت. یه لحظه، فکر کنم صدای زنگ موبایل شنیدم. زلفقار، تو اینجا چه کار میکنی؟ عایشه گل خانم، شما این چشات این تو بودین؟ عایشه گل خانم اینجا. باشه، ما هم الان میایم. سفر بلند شو بریم. عایشه گل رو پیدا کردیم. منو ببین. همین الان وسایل تو، تفنگتو بردار از خونم، برو بیرون. ببین عایشه گل خانم، اگه برم شما هم باز با من بیای. گوش کن. مجبورم نکن به پلیس زنگ بزنم. اگه ویژم زنگ بزنی من نمیتونم برم. ببین زلفقار، خاطرت برام خیلی عزیزه. یعنی از بین آدمای بابام تو رو بیشتر از همه دوست دارم. نظر لطفتونه. خب دیگه میدونن اینجاییم، هرچی میخوای برداری زود بردار بریم. باید از اینجا بریم، زود باش. باشه باشه، فقط دو دست لباس برمیدارم میام. باز حرف خودش رو میزنه.
کاش به شرکت باربری زنگ میزدی. خب چی کار کنم؟ مثلا دارم مهاجرت میکنم. نه خوب فکراتو کردی؟ مطمئنی چیز دیگه ای نمیخواستی؟ پویراز میشه یه ذره عجله کنی؟ الان سما اینا میرسن. بله خوب شد اینو نگهبان گذاشتی، داره چارچشمی میپاد. بابا چه خبر شده؟ بخوام نفسم، ماشینم میبردن خبردار نمیشدی آخ مادر جان. آخ آخ آیشه گل، ذوالفقار، آیشه گل کجاست؟ چه خبر اینجا؟ خوبی ذوالفقار؟ ها؟ آیشه گل از کمد اومد بیرون، بعد اومدیم اینجا، واقعش رو نمیدونم. بفرما. یعنی میگی این کار آیشه گله؟ یکی دیگه هم بود. یه نفر دیگه؟ آخ. زن بود یا مرد؟ سما خانم پشت زد تو سرم، چه میدونم من. آخ. زن بود یا مرد؟ با وضعیتی که داری حتما مرد بوده. ای بابا نکنه دوست به سر داره. من به بابا یه خبر بدم. را بیافتیم سرتا نشونه دکتر بدیم. پسر باورت میشه با سما توی یه رستوران ایتالیایی با هم غذا خوردیم؟ پس همین تابستون عروسی داریم. حالا ببینیم چی میشه ایشالله. میدونی که داداش ما برادر نیستیم، حتی از برادرم نزدیکتریم، خیلی نزدیک. باز که تو احساساتی شدی، آخه چه ربطی داره؟ زدن تو سر من ولی تو قاطی کردی. چرت و پرت نگو پسر، اصلا هر کاری میخوای بکن. آخ پیداش کردی سما؟ آیشه گل اومده خونش، ذوالفقار اونجا بود ولی انگار تنها نبوده. کی همراهش بوده؟ نمیدونیم. ذوالفقار رو پخش زمین کردن و رفتن. سما این دختره داره چی کار میکنه؟ خیلی میترسم یه بلایی سرش بیاد. به هر حال به گشتنمون ادامه میدیم، من بهتون گزارش میدم. بریم. میخواستی دختر بحری رو بکشی، درسته؟ درسته. ولی نتونستی. متاسفانه نشد. عدنان من فکر میکردم تو آدم عاقلی باشی. صدرالدین پسر بحری پسرمو کشته. بعد چی کار میکردم؟ میشستم زار میزدم؟ از کجا میدونی؟ میدونم. از کجا میدونی؟ مدرکی دستم نیست ولی مطمئنم که اون کشته. با اومدنت به اینجا اشتباه بزرگی کردی. حالا بحری فکر میکنه ما داریم حمایتت میکنیم. یعنی چی؟ میخواین منو بفروشه؟ تو الان یه مرده محسوب میشی. مرده؟ بحری بالاخره پیدات میکنه، بعدش میدونی چی کارت میکنه؟ من بهت میگم، میکشتت. البته این بهترین شکلشه. خودتو زنده زنده چال میکردی بهتر بود. خب حالا باز چیکار کنم؟ بیرون یه ماشین منتظرته، میفرستم دیگه جای ام، سوارش شو و تا وقتی من نگفتم همونجا میمونی. اگه میخوای زنده بمونی به حرفم گوش کن. مشقاتم که موند، خود کنه معلمت فردا عصبانی نشه. بیا ببینم. حاضری؟ بله.
سه دو یک. آفرین. حالا شد. بابا جونه برام کتاب میخونی؟ کتاب؟ بله، ولی کتاب بچه ها رو نمیخوام، از اون کتابایی که خودت دوست داری. باشه، صبر کن برم بیارم. چی شده؟ سینان خان درخواست کردن براشون کتاب بخونم. اونو میخوای براش بخونی؟ هرچی باشه پسر منه دیگه. خب بذار ببینم. اجازه هست منم گوش کنه؟ آره بگو. آره آره بیا. تو هیچ کجای دنیا همچین رسوایی دیده نشده. با اینکه از لحاظ میزان پیشرفت خیلی عقبیم، از لحاظ آمار عشق و عاشقی رتبه اولو داریم. نویسنده این کتاب خیلی بامزه است. طبق آمار سازمان ملل متحد فقط نیجریه و غنا از کشور ما کمتر پیشرفت کردن. میزان عشق و عاشقی 42 مورد در 100,000. تو عشق و عاشقی جلوییم، ولی تو سایر موارد خیلی عقبیم. البته تو تصادفات جاده‌ای هم رتبه اولو داریم، ولی وقتی اینو بهمون میگن بعد جور بهمون برمیخوره. طبق آمار منتشر شده از مراکز پلیس، از 126,000 موردی که قند تو دلشون آب شده، 44,000 موردی که تو اتوبوس مخ زدن، 4,200 موردی که دنبال طرف رفتن ولی منصرف شدن، 850 موردی که تا منزل طرفو تعقیب کردن و 15,000 عاشقی که عشقشون از راه دور نشون دادن، فقط 814 مورد به ثبت رسیده که طرف از رسیدن به عشقش ناامید بوده. پویراز صبح بخیر. هنوز خبری ازش نیست؟ متاسفانه نه. کل شب و نتونستم بخوابم. یعنی کجاست؟ چی کار میکنه؟ احتمالاً میتونیم پیداش کنیم از طریق یکی از دوستای پویراس. منتظر خبرشیم. بگو عجله کنه. اگه طول کشید بگو سفر با پویراس برن، پیش همون دوستش باهاش حرف بزنن. شما چیزی خوردین؟
بگم یه چیزی براتون آماده کنن. دخترم آیشه گل، آیشه گل لطفاً حرف بزن. دخترم کجایی؟ حالت خوبه؟ خیلی نگرانتم. باشه باشه دخترم، اشتباهمو قبول میکنم. حالا بگو، بگو کجایی بیام دنبالت. دخترم ببین، اگه بلایی سرت بیاد، حتی اگه یه اتفاق کوچیکم باشه، خودمو نمیبخشم. دخترم خیلی میترسم یه بلایی سرت بیاد. عایشه گل دخترم، خواهش میکنم بگو کجایی. کجا؟ آخ قطع نکن عایشه گل. بابا چیزی گفت؟ اینطوری برای هممون بهتره. صبح بخیر. صبح بخیر. خیر دخترم، به نظر میاد عازمی. میشه گفت. کدوم طرف؟ یه جای دور. خب پایراز میرسوندت. نه لازم نیست، الان یه تاکسی میگیرم. باش هر طور راحتی، پس سفرت بی خطر. ممنون. اگه چی شده؟ بیدارم کردی، تازه میخواستم با پلین قدم بزنم. خب پس بخواب، بقیه خوابتو ببین.
آیشه گل. ای بابا. خاله آیشه گل جایی؟ ای بابا. بابا بابا بیدار شو، خاله آیشه گل رفته. کجا رفته؟ نمیدونم، رفته دیگه، چمدوناش هم برده. یعنی چی؟ کجا رفته؟ راستی راستی رفت، یه خداحافظی هم نکرد. چی شد؟ رفته؟ بایراز پسرم، به آیشه گل گفتم بایراز میبره میرسونتت ولی گوش نداد، یه تاکسی گرفت رفت. خب دیگه چه میشه کرد، اولین بار نیست که ترکم میکنم، عادت کردم. یعنی کجا رفته؟ هنوز ته دلم قرصه، غلط نکنم خیلی دور نشده. بابا جون این خرس میخوابی یا؟ آدم یه سر به مهمونش میزنه. تقصیر من چیه؟ میخواستی تنهاش نذاری. اینطوری خوب نشد سینا. آره خوب نشد بابا. تو رو خدا ببین، تو یه ذره جا 20 مرکز خرید هست. مگه چیه؟ من مرکز خرید دوست دارم. راحت میری ماشینتو پارک میکنی، خریدتو میکنی، غذاتو میخوری، اگه خواستی ورزشم میکنی، همش یه جا جمعه. این کجاش بده؟ دختربازی هم میکنی؟ آره. تو مگه خنگی داداش؟ تو بعیده به خدا، این یه تله دیگه به نفع سرمایه جهانیه. اینطوری هم بازی چه میشیم؟ همه یه جور لباس میپوشن، یه جور غذا میخورن، حتی میرن یه فیلمو میبینن. خب این چیش بده؟ چیش بده؟ بابا همه رو یه مدل کردن، به والله هممون شدیم عین هم دیگه. زندگی رو تمام متنوع‌تره، تازه صنفای کوچیک مثل بقالی هم میره، اصلا دیگه بقالی قصابی وجود نداره. آخر من دیوونه میشم، بعد میگن ذوالفقار چرا دیوونه شده. شاید خاله آیشه گله.
بله. الو پویراس، من و ذوالفقار داریم میایم سمت تو. سمت من؟ بابا گفت با هم بریم پیش اون دوستت، شاید یه ردی ازش پیدا کرد. آها آها باشه، ولی لازم نیست اینجا بیاین، من خودم درستش میکنم. الو چه گله بابا اونا؟ لطفاً حرکت کنین. آخه سرکار خانم، ازتون خواهش میکنم حرکت کن. آیشه گلو دیدیم تو تاکسیه، فعلا خدافظ. داداش رفت، بجام بجام. میشه تونتر برین؟ خانم دیگه چیکار کنم، دارم میرم دیگه. سفر قربونت، بجام بگیرش. قربونت داداش گاز بده. میشه از اینجا بپیچین راست؟ شنیدین؟ چشم. کجا رفت؟ اوناها دیگه داداش، اوناها. داداش میپیچه جلوش، هر کاری میکنی بکن، فقط بگیرش. پیچه راست، پیچه راست، همینو بپیچ. همینجا 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 نگه دارین. ببینین منتظرم باشین، الان برمیگردم. باشه. داره میره تو. بادا داداش. بالاست. پویراس. آیشه گل، حتی بدون یه خداحافظی گذاشتی رفتی. دلم نیومد بیدارت کنم، حالا اینا رو ویل کن، مشکل بزرگتری دارم. چرا؟ چی شده؟ آدمای بابام دیدن. هی بابا، من چی کار کنم؟ میشه کمکم کنی؟ تو الان کجایی؟ مرکز خرید نزدیک خونت. باشه، فقط تلفن رو قطع نکن، به من گوش کن. ببین اگه بیای کمکم خیلی لطف میکنی. باش آیشه گل، آروم باش، هر کاری میگم و انجام بده. ای بای، دیدن منو، دیدن. آیشه گل، دستشویی پیدا کن. آیشه گل، آیشه گل خانم. خیلی خوبه، الان قطع کن، دوباره میگیرمت. باشه. به خوشگیه شانس. بله داداش، چی کار کردی؟ سر را گیرش آوردی. آها فهمیدم. کجایی؟ منم بیام پیشتون. یه جایی نزدیک خونت ولی دقیق نمیدونم، لازم نیست بیای، خودمون تقریبا حلش کردی. باشه دمشون گرم. ببخشید آبجی، یه دقیقه. آبجی جد و آبادت یه دب. آبجی دیگه چیه؟ ببخشید خانم محترم، یکی از دوستامون داخل، اسمش آیشه گله. میشه خواهش کنم بهش خبر بدید ما جلو در منتظرشیم؟ بله. ممنونم. بله. کسی داخل نیست. واقعا کسی نیست؟ نه کسی نیست. باشه متشکرم. نه من نمیرم تو. دوتایی. من نمیرم تو. دوتایی میری. نمیرم تو. من تنها نمیرم داداش، به من چه؟ بابا یا اشتباهی رفتم. ببخشید. Thank you.
اینجا که کسی نیست. ای خدا ما رو ببین با کی اومدیم سیزده به در. بایزه روز خوش. پسرم تو ماشین منتظر باش الان میام. ای بابا همیشه من نگهبانم. عزیزم میرم دنبال خاله عایشه گل، میام، چیزی از دست نمیدی، منتظر باش. خب باشه بابا باشه. کاش خاله عایشه گل از اینجا نره. ببخشید یه لحظه، بیا من پلیسم، داخل دوتا آدم مشکوک هستن، یکیشون درشت و سیبیلوه، اون یکی هم ریشه بلند و سیبیل داره. پیچ کن برام پیداش کنم. زود باش پیچ کن. آیشه گل آیشه گل اینطوری نکن. چی میخواین؟ چیه؟ شما چرا منو تعقیب میکنی؟ چون هرکی دوست داره این دفعه دردسر درست نکن. با ما میای. تو کی هستی که به من میگی با تو بیام؟ مجبور شم به زور میبرمت. بیا ببر، یالا با زور ببر. آیشه گل هیچی بابا چیزی نیست. شما چه بابا مشکلی نیست. یه لحظه اجازه بدیم بگم. شما چه رفت آیشه گل. آیشه گل خانم اینجا. کجا رفتی خانم؟ ببخشید باید چمدونامو بردارم. ببر اینو. بیا ممنون. خواهش میکنم. ای پرید دوباره در رفت. چطوری نتونستین پیداش کنین؟ چطوری؟ ممکنه هنوزم جونش در خطر باشه. قبلن میگفت میخواد بره خارج از کشور. بابا به نظر من ولش کن بره، شاید اینطوری بهتر باشه. یعنی چی ولش کن بره؟ چی داری میگی صدرالدین؟ آره دیگه، تا پدر نشدی نمیفهمی. با این وضع پدر بشو نیستی. اگه میخوای پشت این میز بشینی باید یاد بگیری چیزایی که داری حفظ کنی. بله تاشکافا. چی؟ باشه تاشکافا عدنانو پیدا کرده.